بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و من لسانی یفقهوا قولی الحمد لله و و سلام علی رسول الله و علی آله آل الله با عرض سلام و احترام ادامه مباحث علم اصول رو پی میگیریم و نکات جدید رو به محضر شما تقدیم میکنیم در درس گذشته با تعریف علم اصول آشنا شدیم و ادامه هم موضوع علم اصول را مورد بحث قرار دادیم در این جلسه به دو بحث دیگری می پردازیم که یکی از اون مباحث بحث فایده علم اصول هست و بحث دیگر هم تقسیماتی است که برای مباحث علم اصول مطرح هست دانستن فایده یک علم خیلی مهم است که یک انسانی که وارد یک علم میشود اگر فایده آن رو کاربرد آن را توجه داشته باشد با انگیزه بهتر میتواند به اون علم بپردازد و مباحث آن را با علاقه و شوق بیشتری دنبال کند به همین جهت بعد از تعریف علم و شناخت موضوع آن به فایده آن پرداخته است که فایده علم اصول چیست و ما برای چی میخواهیم علم اصول رو بخوانیم و یاد بگیریم قبل از آنه که به فایده این علم بپردازیم لازم هست این نکته مقدماتی رو خدمت شما بیان بکنم که انسان در زندگی خودش به کارهای ممکنه سر و کار داشته باشد که این کارها یا اختیاری هست و یا به صورت طبیعی و جبری انجام می شود ما در طول ساعت شبانه روز خود بعضی از کارها را با اراده و اختیار خود انجام می دیم. نگاه می کنیم، حرف می زنیم، قدم می زنیم، حرکتی داریم همه اینها با اختیار و اراده خود ما هست ولی بعضی از کارها هم به اراده و اختیار ما بستگی ندارد حرکات و زربان قلب ما، جریانی که خون در بدن ما دارد و کارهای طبیعی که بدن ما انجام میدهد خب اونها هم کار هست یک فعل هست اما در اختیار ما نیست ما اگر بخواهیم یا نخواهیم قلب کار خودش را انجام میدهد جریان خون همچنان ادامه دارد بنابراین کارهایی که در زندگی با اونا سر و کار داریم ممکن است از این دو نوع برخوردار باشد کارهایی که به صورت طبیعی و جبری انجام می شود اونا دارای حکم شرعی هم نخواهد بود بالاخره حرکات و ضربان قلب ما حکم ندارد که ما بگوییم این حکمش واجب هست یا مستحب یا حرام یا مکروه هست اون کار خودش انجام می چون به اراده و اختیار ما نیز ما هم نسبت به اونها تکلیف نداریم اما کارهای ارادی کارهایی که با اختیار انسان انجام می شود اینها دارای حکم شرعی هست و باید احکام اونها را بدانیم در عمل هم به اونها پایبند باشیم تا اینکه وظیفه دینی و شرعی خود رو توانسته باشیم عمل کنیم حالا این کارهایی که ارادی و اختیاری و دارای حکم شرعی هست باز در یک تقسیم بندی تقسیم میشه که این احکام کارهای یا جزء احکام ضروری هست که با اندک توجه و دقت این حکم به دست می آید و انسان خیلی در مورد اونها به شک و شبهه نمی افتد مثلا مثل وجوب نماز خیلی از واجباتی که واضح و روشن است همین که اسم اسلام به میان بیاید این حکم ها هم امرای آن به ذهن انسان خطور می کند خب دانستن این احکام هم آسان هست اما بعضی از کارها هست بعضی از رفتارها هست که حکمش خیلی روشن نیست به عنوان یک حکم ضروری شرعی مطرح نیست خب دانستن این احکام یا قبل از آن استنباط این احکام یکی از مباحث مهم هست اکثر رفتارهایی که ما داریم دارای حکم شرعی است که با استدلال و از طریق استنباط باید به دست بیاید حکمی نیست که خیلی واضح و روشن باشد مثل حکم بدیهی باشد از آنجایی که بسیاری از احکام شرعی ما در این نوع قرار دارد که باید با نظر و استدلال و استنباد اینا به دست بیاید حالا این فایده علم اصول هم میتواند خودش رو در این جهت برای ما به خوبی نشان بدهد که بالاخره علمی باید باشد که ما را در استنباط این احکام شرعی که اونا استدلالی هستند کمک کند و اگر کسی با علم اصول آشنایی داشته باشد و مسلط باشد و با استفاده از علم اصول بتواند احکام نظری اسلام را احکام نظری بسیار از رفتارها را به دست بیاورد به فایده علم اصول رسیده است و توانسته است از فایده علم اصول بهرمند بشود خب این نکته اول هست که به عنوان فایده علم اصول یادآوری شد که از آنجایی که بسیاری از کارهای اختیاری ما دارای حکم شرعی هست و حکم اونها هم از طریق استنباط و استدلال و با دقت تمام به دست می آید علم که ما را در استنباط این گونه احکام یاری می کند علم اصول فقه هست و این فایده فایده کمی نیست کسی که بخواهد واقعا احکام نظری اسلام را به دست بیاورد به علم اصول آشنا نباشد نمیتواند به این احکام دسترسی داشته باشد لذا این فایده رو مرحوم مزفر بیان میکند که فایده توهو یعنی فایده علم اصول این است که ان کل متشرع یعلم ان ما من فعل من افعال الانسان اختیاریه الا و له حکم فی شریعت الاسلامیت المقدسه من وجوب او حرمت او نحوه ما من الاحکام الخمسه هر انسان متشرع یعنی هر انسان معتقد به دین و اسلام میداند که هیچ کاری از کارهای اختیاری انسان وجود ندارد مگر این که برای آن یک حکمی در شریعت مقدس اسلام وجود داره و بیان شده است حالا این حکمی که در شریعت مقدس بیان شده است یا واجب هست یا حرام هست حرمت یعنی حرام بودن هست و مانند آن از احکام پنجگانه که یا مستحب است یا مکروه است یا مباه است بالاخره هر کار اختیاری را که انسان مورد توجه قرار بدهد آخرش پی میبرد که یکی از این احکام پنجگانه باید روی این کار بار بشود و یعلم ایضا ان تلک الاحکام لیست کلها معلومه لکل احد بالعلم ضروری و انسان متدین وقت دقت می کند به این نتیجه هم می رسد که این احکام همه شان برای همه به ضرور روشن و معلوم نیست همه این مسائل و احکام رو بلد نیستن بل یحتاج و اکثر و حال اثبات ها الى اعمال نظر و اقامت دلیل بلکه این احکام احکامی است که بیشترشان برای اثبات شدنش به اعمال نظر یعنی با استدلال نیازمند است و اقامت دلیل و همچنین برای اقامه دلیل احتیاج داره ای انها من العلوم نظریه یعنی اینکه این احکام از علوم نظری هست از علوم بدیهی نیست که خیلی روشن باشد استدلال لازم نداشته باشد علوم استدلالی و نظری هست خب حالا با این تقسیماتی که ما برای احکام بیان کردیم هنوز فایده المصول روشن نشده است میگه و علم الاصول هو العلم الوحید المدون للاستعانت بهی علی الاستلال علی اثبات الاحکام شرعیه علم اصول تنها علمی است که تدوین شده برای کمک کردن بر استلال بر اثبات حکم شرعی که ما توسط علم اصول می توانیم این قدرت را پیدا کنیم که احکام شرعی رو اثبات کنیم به دست بیاوریم ففائدته ازن الاستعانت علی الاستدلال لحکام من ادلتها پس فایده علم در این هنگام این است که کمک رساندن بر استدلال برای احکام از ادله احکام هست که ما وقت ادله احکام را داریم علم باید باشد که ما را کمک کند تا از اون ادله این احکام را بتوانیم به دست بیاوریم و فایده علم اصول همین یاری رساندن و کمک کردن در این کار مهم است پس فایده علم هم به دست آمد تقسیم و ابحاثه خب این بحث دیگر هست یا چهارمین بحث و آخرین بحث است که در مدخل مرحوم مزفر آن رو مطرح کرده است مباحث هر علم تقسیماتی دارد در تقسیم هر علم تقسیم مباحث هر علم ممکن است سلیقه های مختلفی روش های مختلف و تقسیمات مختلف رو اعمال بکنه و انجام بدهد در بحث علم اصول هم همین مسئله بوده است اختلافات در تقسیم مباحث وجود داره که کسی که تاریخچه آن را و اختلافاتی که در این زمینه وجود داشته این را مورد مطالعه قرار بدهد به خوبی متوجه می شود که در تقسیم مباحث خیلی دیگر گونه و تغییراتی وجود داره و دیده می شود اما جدیدترین تقسیمی را که برای علم اصول مطرح کرده مرحوم محمد حسین اسفانی که مرحوم مزفر هم از همون روش و از همون تقسیم بنده استفاده کرده است که ایشان آمده است مباحث علم اصول را به چهار قسمت تقسیم کرده است بحث مباحث کلی الفاظ هست که در جزء اول بحث می کند و قسمت دوم هم مباحث عقلی هست که به لوازم احکام میپردازه هر حکمی وقتی بیان میشه خب این حکم لوازمی ای دارد خب این لوازمش هم از عقل به دست میآید که این بخش دیگری از مباحث علم اصول هست و بحث سوم هم مباحث حجت هست که در میان مباحث و مسائل مختلفی که در علم اصول مطرح می شود خب باید دید که کدام یک از این مباحث حجیت داره قابل قبول هست کدام یک از اینها قابل قبول نیست این بخش دیگری از مباحث علم اصول هست و تقسیم چهارم بحث اصول عملیه هست که در صورت نبود دلیل اجتهادی ما باید به اصول عملیه مراجعه کنیم تا تکلیف و وظیفه خود را از طریق اصول عملیه به دست بیاوریم این چهار قسم و چهار تقسیم برای مباحث علم اصول مطرح است و مرحوم مزفر هم همین تقسیمات را در واقع مورد توجه قرار داده است بعد از اتمام این چهار قسمت و چهار بحث اصولی یک بحث دیگری در پایان مطرح است در تحت عنوان بحث تعادل و تراجه که وقتی دلایل مختلف رو ما ممکنه برای یک مسئله مورد مطالعه قرار بدهیم خب هر دلیلی اقتضای خاص خودش رو داشته باشد اینجا فقیه و اصولی باید راهی برای انتخابی یک از اون دلایل داشته باشد که در اون بحث این مسئله در واقع بحث می شود که کدام یک از این دلیل ها رو ما باید ترجیح بدیم و چگونه از میان دلایل مختلف یکی را انتخاب کنیم البته مرحوم مزفر به دلایلی که در جای خودش باید بحث بشود این بحث تعادل و تراجه را نه در پایان این مباحث بلکه در ضمن مباحث حجت مطرح کرده است به دلیل اینکه که در واقع عقیده شنم این است که ما وقتی با تعادل و تراجه میخوایم یک دلیل رو انتخاب بکنیم تنها اون دلیلی که برای ما حجیت داره و حجیت می آورد او را انتخاب می و اون دلایل دیگه ای رو که از آن دست بر داریم و در واقع کنار میگذاریم گذاریم برای ما حجیت نداره و این مناسبت اون رو در بحث حجیت در بحث حجت علم اصول مطرح کرده است خب با این توضیح حالا می رسیم به بارات مرحوم مزفر که ببینیم ایشان چگونه این مطلب رو بیان داشته است تقسیم و ای تنقسم و مباحث هذا علم العلم الى اربع تقسام تقسیم می شود مباحث این علم اصول به چهار قسمت الاول مباحث الالفاظ قسمت اول مباحث الفاظ هست و هی تبحث عن مدالیل الالفاظ و زواهرها من جهت عامه مباحث الفاظ از بعضی مدلول های الفاظ از زواهر الفاظ از جهت کلی بحث می کند یعنی اینکه هر لفظ را به صورت خاص مورد دقت قرار نمی داد. بلکه اون جنبه های کلی و جنبه های عمومی اون را مورد توجه قرار می داد. مثلا نظیر البحث عن ظهور صیغه فعل فی الوجوب و ظهور نه فی الحرمه مثلا در این مباحث الفاظ بحث می شود از کل سیغه امر نه از یک امر خاصی بلکه هر چیزی که دلالت بر امر می کند در اونجا بس می شود که این سیغه و قالی و ساختاری که دلالت بر دستور داره دلالتی بر امر دارد آیا این دلالت بر وجوب دارد یا ندارد خب تنها یک ریخت خاصی یک امر خاص و دستور خاص مورد بحث نیست کل اوامر در این قالب مورد بحث قرار میدهد یا وقتی از نهی میخواد بحث بکند بحث میکند که آیا نهی دلالت بر حرمت داره یا نه که مثلا یک چیزی وقتی نهی شده است آیا ما از اون میفهمیم که این حرام هست یا نه خب این یک مباحث کلی است که ما از یک نهی خاص بحث نمی کنیم از یک امر خاص بحث نمی کنیم بلکه از کل امرها و از کل نهی ها بحث میکنیم این قسم اولی از مباحث علم اصول هست و ثانی المباحث العقلیه قسم دوم از مباحث علم اصول مباحث عقلیه است و هیه ما تبحث عن لوازم الاحکام فی انفسها و این مباحث مباحث است که از لوازم احکام فی انفسه یعنی هر حکمی فی نفسه یک لازمی دارد یا لوازمی دارد در مباحث عقلیه ما میاییم از همین لوازم احکام بحث میکنیم ولو لم تکن تلک الاحکام للفظین ولو اون حکمی که ما به دست آورده ایم از لفظ خاصی به دست نیامده باشد حکم عقلی باشد اما همون حکم عقلی هم که از لفظ هم به دست نیامده است لوازمی دارد حالا این لوازم را باید در ضمن مباحث عقلی بحث کنیم مثلا مثال میزنه کل بحث عن الملازمه بین حکم العقل و حکم شرع خب حالا ما یک حکم را از طریق عقل به دست آوردیم بعد اینجا بحث پیش میآید که آیا این حکم عقل چه نسبتی با حکم شرع دارد یا حکمی را از طریق دلیل شرعی به دست آوردیم دوباره این مسئله مطرح می شود که این حکم شرعی نسبتش با حکم عقل چگونه است این بحث ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در ضمن مباحث عقلی علم اصول مطرح می شود یا مثال دیگه ای که مطرح می کند این است کل بحث استلزام وجوب شعل وجوب مقدمتی المعروف و حاضر بحث بسم مقدمت الواجب خب مثال عبارت هست از این که ما وقتی رسیدیم به این حکم که یک چیزی واجب هست خب حالا عمل کردن به این واجب ممکنه نیازمند مقدمه ای باشد خب این بحث اینجا مطرح می شود که آیا از واجب بودن این کار ما واجب بودن انجام مقدمه رو هم به دست می آوریم یا نمی توانیم به دست بیاوریم که از این بحث در علم اصول به مقدمه واجب تعبیر می کند خب اینم هم جزی مباحث عقلی هست که از وجوب یک چیزی ما وجوب مقدمه آن را به عنوان لازم به دست می آوریم این هم یک از مباحث علم اصول هست یا مثال سومی که مطرح میکند کلبس ان استلزام وجوب شی لحرمت ضد المعروف به اسم مسئله زد خب مثال دیگه هم که مطرح میشه اینه که مثلا ما وقتی از وجوب شی بحث میکنیم وقتی چیزی خودش واجب هست خب از لازمه آن این است که باید ضد آن حرام باشد خب حالا این بحث مطرح میشه که آیا واقعا واجب بودن یک چیز حرام بودن لازم ضد خودش رو هم به دنبال داره یا نه خب وقتی این بحث رو ما در علم اصول باید به عنوان مسئله ضد باید بحث کنیم که اگر خود چیزی واجب باشد ضد آن باید حرام باشد یا اگر چیزی حرام هست ضد آن باید چیه واجب باشد اینم حالا یک از مباحث علم اصول هست و مثال چهارم که از ملازمات عقلیه هست مثل بحث انجواز جواز اجتماع و نه که آیا در یک مورد امر با نه با هم قابل جمع هست یا نه که هم بالاخره امر بیاید به ما دستور انجام بدهد از طرف دیگر نه بیاید به ما دستور بدهد که انجام نده انجام دادن و انجام ندادن دو تا دستور قابل جمع هستند یا نه خب از این گونه مثال ها ما مباحث دیگری داریم مثال های دیگری هم داریم که از باب نمونه اینا جز مباحث عقلی یا ملازمات عقلی مباحث علم اصول هست که اینا هم بخشی از مباحث رو تشکیل میداد و باید در جای خودش از اینا هم بحث کرد و قسم سوم از مباحث علم اصول مباحث حجت هست و هی ما یا فیها ها ان الحجیه و دلیلیه در این قسم سوم بحث میشود از چیزهایی که حجیت دارد یا دلیلیت دارد بالاخره همه چیزهایی که در علم اصول مطرح میشود شود ممکن معتبر نباشد باید بحث کنیم که کدام یک از اینها به عنوان دلیل معتبر قابل عمل هست کدام یک از اینها برای ما میتواند حجیت بیاورد به عنوان یک سند ما اونها را قبول داشته باشیم کل بحث ان حجیت خبر الواحد خب حالا خبر واحد یک از مباحثی است که باید در علم اصول مطرح بشود که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرد آیا این خبر واحد حجیت هم داره یعنی برای ما معتبر است که طبق اون عمل بکنیم یا نه خب این جزء مباحث حجت هست و حجیت و زواهر حالا مثلا ما ثابت کردیم در علم اصول که مثلا سیغه امر ظهوری در وجوب داره یعنی واجب رو میشه واجب بودن را سیغه امر فهمید خب این سوال بعد پیدا میشود که آیا این ظاهر جو... که بالاخره از ظاهر لفظ ما این وجوب رو به دست آوردیم حجیت هم دارد یا ندارد و حجیت و زواهر الکتاب زواهر الکتاب و حجیت و و اجماع و العقل و ما الازالک همه اینها باید در این بحث حجت مطرح بشود و از هر کدام بحث بشود این قسم سوم هست که پس در قسم سوم ما مباحث را باید مورد شناسایی قرار بدیم که اینا حجیت داره برای ما معتبر هست سند میتونه باشد و تکلیف رو برای ما اثبات میتواند بکند و بعضی هاشون هم که نه حجیت ندارد ما اونا رو باید کنار بگذاریم و به اونها توجه نکنیم قسم چهارمی از مباحث علم اصول مباحث اصول عملیه هست که به عنوان دلیل فقاحتی از اونها یاد میشود یا دلیل اصول عملی هم یاد میشود و این مباحث اصول عملیه و هی تبحث و ان مرجع المجتهد اند فقدان دلیل الاجتهادی که اشاره شد که دلیل فقاهتی نوبتش زمانی هست که دسترسی به دلیل اجتهادی نداشته باشیم وقتی فقیه و مجتهد به دلیل حکم واقعی دسترسی ندارد یا به دلیل اجتهادی دسترسی ندارد اینجا محل رجوعش همین مباحث اصول عملیه هست کلبس عن اصل البراءه و احتیاط و الاستصحاب و نحوه ها. چنا مثل همین اصولی که یا براعت رو برای ما اثبات میکنه یا احتیاط و با یا باید طبق استصحاب عمل بکنیم که هر کدام اینا در جای خودش میآید آید و انشاءالله توضیحاتش بیان خواهد شد پس این چهار قسم رو ما باید در علم اصول مورد بحث قرار بدیم و مقاصد طول کتاب خب در پایان مرحوم مزفر اشاره می کند که مقصدهای اصلی این کتاب چهار قسم هستند و لهو خاتمه علاوه بر این چهار قسمت یک خاتمه هم علم اصول دارد که تبحث و تعارض الادله که در اون خاتمه تعارض دلیل ها مورد بحث قرار می گیرد خب هر دلیل اقتضایی دارد یکی یک حکم را برای ما بیان می کند دیگری حکم دیگری و اقتضای دیگری دارد خب وقتی این ادله را کنار هم می گذاریم ممکنه یکی دیگری را نفع کند و تعارض به وجود بیاید در یک چنین صورتی ما باید راهی داشته باشیم برای نجات از این وضعیت و تعیین تکلیف خود که در خاتمه این بحث مورد دقت قرار می گیرد و تو مباحث و تعادل و تراجع که این بحثی که در خاتمه باید مطرح شود بحث تعادل و تراجی هست فلکتاب یک قوافی خمست اجزا پس کتاب در واقع بر پنج جز و پنج قسمت تدوین می شود انشاء الله تعالی و قبل از شروع لابود من مقدمه پیش از شروع این پنج جز یا پنج قسمت مباحث علم اصول مرام مزفر میفرماید ناگزیر هستیم که یک مقدمه ای را ارائه کنیم که یبحث و فیها ان جملت من المباحث لغویه که در این مقدمه باید مقداری از مباحث لغوی مطرح بشود التي لم يستوفى البحث عنها في العلوم الادبیه او لم يبحث عنها مباحث را ما باید در این مقدمه بیاوریم که این مباحث در علوم ادبی یا بحث نمیشه اصلا یا اینکه بحث میشه اما بحث وافی و کافی نمیشود خب این بحث ها را مرحوم مزفر در مقدمه بیان میکند بنابراین هرچند تا هنوز هم بحث بحث مقدمی بود و ولی تحت عنوان مدخل یعنی راه ورود اینا رو بیان کرد که او عبارت بود از تعریف علم اصول از موضوع علم اصول از فایده علم اصول و از تقسیماتی که برای علم اصول مطرح است بعد از این که وارد این علم شدیم حالا تازه نوبت به مقدمه می رسد که انشاءالله در جلسه دیگر مقدمه رو هم مطرح خواهیم کرد که خود این مقدمه هم در خودش مباحث مختلف گنجانده است که انشالله به نوبت هر کدام از اونها را مورد بحث و دقت قرار خواهیم داد تا آن زمان شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته